من گاستون شیطون هستم از انتشارات پرتغال. به نام خدا. این گاستونه، یه اسب شاخدار کوچولو مثل همه اسبای دیگه، یا تقریبا مثل همه اسبای دیگه. گاستون بعضی وقتا راضیه، بعضی وقتا راضی نیست، بعضی وقتا میترسه، بعضی وقتا عصبانیه و بعضی وقتا خوشحال. همه اینا احساسات اون هستن و گاستون همه این احساسها رو تجربه میکنه مثل تو. ولی گاستون یه چیز جادویی داره، یال جادویی. وقتی اوضاع خوب باشه یالش مثل رنگین کمون رنگارنگ میشه. وقتی اوضاع خوب نباشه رنگ یالش تغییر میکنه. این شکلی. خب امروز حال گاستون چطوره؟ خیلی خیلی خوب. به به، حال گاستون واقعا خیلی خوبه. خورشید بزرگی توی قلبش میدرخشه. دلیلشو واسط میگه. حالا ببینم حال خودت امروز چطوره؟ خیلی خوب. خیلی خوب. چرا حال گاستون خیلی خیلی خوبه؟ امروز گاستون روز خوبی توی مدرسه گذرونده و از معلمش چیزای جدیدی یاد گرفته. توی راه خونه حسابی بالا و پایی میپره و همه اتفاقای اون روز رو واسه مامان تعریف میکنه. بعد از اینکه مامان و بابا و گاستون عصرونه‌شون رو میخورن، توی حیات کلی بازی و بدو بدو میکنن و با هم شوخی میکنن. اما وقتی به خونه برمیگردن، گاستون هنوز سرحاله و انرژی داره. اون همه اسباب بازیاشو بیرون میاره و با شیطنت روی تخت خوابش بالا و پایی میپره. گاستون میدوه توی حال. میره پیش مامانش و میپره روی کاناپه. روی مبل پشتک میزنه، بادوم زمینی میخوره و چرخ میزنه. مامان میگه کارت خیلی خطرناکه، ولی گاستون میخواد مامان بهش توجه کنه و اصلا به خطرناک بودن کارهاش فکر نمیکنه. وقتی مامان بهش توجهی نمیکنه، گاستون میره سراغ بابا. اون بپر میکنه و میره کنار بابا. بابا داره ورزش میکنه. گاستون هم حسابی سر حاله و میخواد با باباش ورزش کنه. بزن بریم بابا، یوهو. گاستون پر از انرژیه، اما نمیدونه باید با این انرژی چیکار کنه. خیلی انرژی دارم، نمیخوام بخوابم. وقتی یکم فکر میکنه میبینه که مامان و بابا دوست ندارن اون این کارا رو انجام بده. موافق این با کمک تمرینای تنفسی این انرژی و هیجان رو به آرامش تبدیل کنیم تا فایده داشته باشه؟ اگه تو هم احساس میکنی دوست داری شیطنت کنی، این تمرین رو انجام بده تا از انرژی بهتر استفاده کنی. تمرین تنفسی. واسه استفاده درست از انرژی، اول گاستون چشماشو میبنده. تو هم انجام بده احسان. اون هیجانشو مثل یه فنر قرمز رنگ تصور میکنه. بعد شکمشو فنر این شکلیه. بعد شکمشو باد میکنه و از بینی نفس میکشه. از دهنش نه، آره. این کار بهش آرامش میده. دوم، گاستون همینطور که آرامش رو توی بدنش حفظ میکنه، همه ی هوای درون بدنش رو از بینیش میده بیرون. آها، بعد سوم، بعدش به جلو خم میشه، چند بار شکمش رو باد میکنه و خالی میکنه تا از فنر آرامشش محافظت کنه. چهارم، حالا گاستون احساس بهتری داره. اون دستاشو کنار بدنش رها میکنه و از بینی نفس میکشه. حالا رنگ فنر کوچیکش آبی شده. اون این تمرین رو 3 بار تکرار میکنه. واسه اینکه فنر کوچیک انرژی کاملا آبی و آروم بشه، 3 تنفس لازم داریم. حالا گاستون نفس آرومی میکشه. اون احساس آرامش و راحتی میکنه. حالا اون میتونه کارهای مفید و اون چه که دوست داره انجام بده. مثلا وقتی تمرین بسکتبال میکنه، اون باید زور زیادی داشته باشه تا توپو پرتاب کنه و باید تمرکز و آرامش داشته باشه تا اونو درست به هدف بزنه. تازه گاستون میتونه از انرژیش واسه کمک به بقیه هم استفاده کنه. مثلا از گل و گیاه مراقبت کنه. اون واسه چیدن هویجای سفت به انرژی زیادی نیاز داره. امشب مامان و بابا خیلی خوشحالن چون سبزیجاتی که موقع شام میخورن گاستون چیده. فهرست غذا:
تربچه با کره، هویج، نخست سبز و تارت گوجه فرنگی خونگی. ممنون گاستون. حالا رنگین کمون گاستون برگشته و اون میتونه حس و حال خوبش رو با بابا و مامان تقسیم کنه. تو هم اگه بتونی با کمک انرژیت به بقیه کمک کنی آرامش بگیری و به خودت افتخار میکنی و همه از انرژی خوب تو قدردانی میکنن.